سلام به تک تک خانم‌ها و آقایون ایرانی که این قسمت از برنامه یوتیوب منو می‌بینید. این قسمت تصمیم گرفتم که در رابطه با پوشش صحبت بکنم، ولی خب برای یک سری افراد خاص که فکر می‌کنم درصد بالایی از ما ایرانی‌ها با این موضوع مشکل داریم. اما قبل از اینکه به موضوع برنامه امروز برسم، می‌خوام تشکر کنم بابت کامنت‌هایی که واسه من زیر ویدیو مختلف می‌ذارین، بابت کامنت‌هایی که توی صفحه اینستاگرام من برام می‌نویسین، بهم کمک می‌کنین که موضوعات مختلف رو انتخاب بکنم و کلی انرژی مثبت بهم میدیم. خب امروز میخوایم به موضوع قد کوتاه‌ها بپردازیم. آقایون و خانم‌های قد کوتاهی که همیشه مشکل دارن و دوست دارن قدشون بلندتر از اون چیزی که هست دیده بشه. البته تنها هدف این نیستش که ما بلند قدتر دیده بشیم، بلکه هدف اینه که همیشه خوش‌تیپ و خوش‌پوش دیده بشیم. یه چند تا نکته در رابطه با لباس پوشیدنتون میخوام بهتون بگم که امیدوارم بهتون کمک کنه. خب و اما قبل از اینکه به نکات پوششتون در رابطه با بلندتر دیده شدن قدتون بپردازیم، چند تا نکته رو بهتون بگم. یکی این که راه‌های دیگه‌ای هم هستش برای اینکه قدتون بلندتر بشه. مثلا عملای جراحی که میکنن و قد بلندتر میشه، اما خب من یکی پیشنهاد نمیکنم به خاطر اینکه عمل خیلی سختی هستش و من حاضر نیستم به خاطر اینکه قدم چند سانتی متر بلندتر بشه این عمل جراحی رو انجام بدم. البته خب الان دیگه خیلی چیزا مصنوعی شدن، عملای جراحی زیادی هستش، گونه و لب و به هر حال جای مختلف، که خب هر کس برای خودش باید تصمیم بگیره. و یه نکته دیگه هم اینه که بهتون بگم به یک سری چیزا مثل این دمپایی‌های افزایش قد و این تبلیغاتی که می‌بینین اصلا اعتماد نکنین. این خصوصا دمپایی‌ها تنها تأثیری که می‌تونه روی بلندتر شدن قدتون بذاره همون قطر دمپاییه که می‌پوشید، اون به اندازه همون 1 یا 2 سانت قدتون رو بلند میکنه. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم که خب این تاثیر داره واقعا، اونم اینه که طرز ایستادن و نشستن شما هستش برای اینکه قدتون بلندتر دیده بشه. هیچ موقع وقتی میشینین قوز نکنین، اولا که خب خوب نیستش، بدنتون شکل میگیره بعد از یه مدتی، قوز در میارین. در واقع همیشه سعی کنین که خیلی صاف بشینید و شونه ها رو بدین عقب، سینه رو بدین جلو. و اینکه وقتی هم که ایستادین سرتون رو پایین نندازین، سرتون همیشه بالا باشه، خیلی با افتخار نگاه کنین. این دو نکته باعث میشه که شما قد بلندتر دیده بشین. خب خیلیاتون برای من نوشتین تو چقدر تونتون و پشت سرم حرف میزنین، گفتم یه نفس بکشم وسطش که شاکی نشین. خیلی خب میریم نکات اساسی رو بهتون بگم در تو پوششتون و تناسب اندامتون برای اینکه قدتون بلندتر دیده بشه. اولین چیز و مهمترین چیز اینه که سعی کنین اضافه وزن نداشته باشین، خصوصا افرادی که قدشون کوتاه، هر چقدر که چاق‌تر بشن خب به مراتب قدشون کوتاه‌تر دیده میشه. و یه نکته دیگه، لطفا خصوصا آقایون بهش خیلی توجه بکنن. خب همونطور که اول این ویدیو گفتم، ما ایرانی‌ها خب خیلیامون با مشکل کوتاهی قد مواجه هستیم. قد ما ایرانی‌ها اونقدر بلند نیستش به خاطر ژنمون، افراد قد بلند هم خیلی داریم توی جامعهمون، اما خب خیلی از ما قدمون کوتاه هستش و آقایون ایرانی خیلی هاشون، بازم میگم همه نه، این اشتباه رو میکنن که کسایی که قدشون کوتاه میرن باشگاه بدنسازی و تا میتونن این ماهیچه ها رو باد میکنن، بزرگ و بزرگتر میکنن. ولی خب به این دقت بکنید، شما وقتی که انقدر بدنتون ماهیچه داره و انقدر پهن هستین و قدتون کلن، حالا نمیگم چقدر هستش، این ازت قشنگ دیده نمیشه، نمیخوام تو این کنم. چیز صدا و سیما که نیستش که. یه توصیه میخوام بکنم خصوصا به آقایون ایرانی، حالا شاید به دردتون بخوره، این که لطفاً وقتی که میریم باشگاه بدنسازی خیلی خوبه که شما ورزش بکنین، در حدش ماهیچه داشته باشین خیلی خوبه، خیلی همه میپسندن، قشنگه، ولی واقعاً در حدش. اگر که شما قدتون مثلا 150 سانتی، لطفاً این ماهیچه ها رو هی باد نکنین. هر چقدر این ماهیچه ها کلفت‌تر بشه قد شما خب کوتاه‌تر دیده میشه و توصیه میکنم این کارو نکنین. فکر نمی‌کنم که حتی برای خانوما جذابیتی داشته باشه که شما ماهیچه گنده داشته باشین ولی خب انقدر قدتون باشه. بهتره که به این نکته خیلی توجه بکنین. و اما نکته بعدی در رابطه با موهای شما. اصولا موهای کوتاه برای افرادی که قدشون کوتاه مناسب تره، به خاطر اینکه وقتی موهای شما بلند میشه و روی گردن و شونهاتون رو میپوشونه، قد شما به مراتب کوتاه‌تر دیده میشه. پس توصیه میکنم به خانم ها که موهاشون رو کوتاه نگه دارن برای اینکه قدشون بلندتر دیده بشه. و اگر هم که موهای بلند دارید، سعی بکنید که موهاتون رو جمع بکنید و یا اینکه مثل الان مدل موهای من، مخصوصا این
همینجوری درست کردم که نشون بدم چه مدلی میگم. سعی کنید بالای سرتون موهاتون رو ببندید. خب این به مراتب چند سانتی قد شما رو بلندتر نشون میده. خب و یه نکته دیگه که خب همه میدونن و نیازی هم به گفتنش نیستش اینه که کفش پاشنه بلند بپوشید. البته خب پیشنهاد نمیکنم کفش پاشنه 20 سانتی بپوشیم به خاطر اینکه اونم زیاد قشنگی نداره و دیگه اصلا هم مد نیست، اما خب کفشای پاشنه بلند قد خانم‌ها رو بلندتر میکنه. و اما حالا که راجع به کفش صحبت کردیم، اینکه سعی بکنید کفش رنگ پوستتون بپوشین، کفشای رنگ بژ هستن که میتونید بپوشید و سعی کنید نوکشون باریک باشه، که الان هم اتفاقا کفش نوک باریک مد هستش، چون وقتی نوک کفشتون باریک و رنگ پوستتون یه ذره هم پاشنه داره خیلی به بلندتر دیده شدن قدتون کمک میکنه. خب میرسیم به چند تا نکته در رابطه با لباس پوشیدنتون. سعی کنین لباسای تک رنگ رو انتخاب بکنین، یعنی سر تا پا یک رنگ بپوشین. این به بلندتر دیده شدن قدتون کمک میکنه و سعی کنین که رنگایی که خیلی متضاد همدیگه هستن رو استفاده نکنین، به خاطر اینکه قدتون رو کوتاه نشون میدن. بعضی از لباسا لازمه‌شون اینه که شما یه کمربند ببندید تا اون لباس قشنگ‌تر دیده بشه. بعضی وقتا مد هست، بعضی وقتا مد نیست، ولی در هر صورت اگر که خواستین از کمربند استفاده بکنین، سعی کنین کمربندای خیلی باریک رو انتخاب بکنین. کمربند هر چقدر پهن‌تر باشه قد شما کوتاه‌تر دیده میشه. حالا که گفتم کمربند باریک استفاده بکنید، یه نکته رو بگم که فقط آقایون باید توجه بکنن، اونم این که میتونید از کراوات‌های باریک استفاده بکنید. کراوات‌های پهن قدتون رو کوتاه می‌کنه، ولی کراوات‌های باریک قدتون رو بلندتر نشون میده. خب امیدوارم که تا حالا از این نکاتی که بهتون گفتم خوشتون اومده باشه. چند تا نکته اساسی و مهم دیگه هم هستش، ولی خب خواستم قبلش بهتون بگم اگر که از ویدیوهای من خوشتون میاد و دوست دارین که دنبال بکنید، حتما کانال منو سابسکرایب بکنین و یادتون نره که کامنت برام بذارین زیر ویدیو، نظراتتون رو برام بفرستین. شما اگر نکات دیگه‌ای رو میدونین اضافه بکنین به این ویدیو، و اگرم که نظر دیگه‌ای دارید بگید که دوست دارین ویدیوهای بعدی در چه رابطه‌ای باشید. و اما نکته بعدی این که اگر که کیف دستی میگیرین دستتون، سعی کنین بندش خیلی بلند نباشه. این در رابطه با کیفای خانوما صدق میکنه، در رابطه با مثلا کیف لپتاپ برای آقایون حتی صدق میکنه. سعی کنین که دست کیفتون کوتاه باشه. توی انتخاب رنگ لباستون خیلی دقت بکنین. رنگای تیره قد شما رو بلندتر نشون میده، به خاطر اینکه شما رو لاغرتر نشون میده. اول این ویدیو بهتون گفتم اگر که وزنتون زیاد بشه، هر چقدر چاق‌تر بشید قدتون کوتاه‌تر دیده میشه، و رنگ‌های روشن به خاطر اینکه شما رو چاق‌تر نشون میده به مراتب قدتون هم کوتاه‌تر نشون میده. اگر که لباسای راه راه دوست دارید بپوشین، مثلا پیرنای مردونه یا حتی پیرنای زنونه بلند راه راه دوست دارین بپوشین، سعی کنین که راه راهش عمودی باشه. خطای افقی توی لباس شما رو پهن‌تر نشون میده و قدتون هم کوتاه‌تر نشون میده. و اما یه نکته مهم دیگه برای کسایی که دوست دارن ژاکت‌های پشمی و یا ژاکت‌های ورزشی بپوشن که یه خورده هم گشادتر هستن، سعی کنین که اینا خیلی بلند نباشن، نهایتاً روی پهلوی شما رو بپوشونن، به خاطر اینکه اگر که اینا خیلی بلند و گشاد باشن قد شما رو خیلی کوتاه نشون میدن. بهتون بگم توی ویدیوهای بعدی یه ویدیو براتون تهیه می‌کنم در رابطه با انتخاب لباس ورزشی مناسب. خب و اما لباس‌های آستین بلند که خب نمیشه ازشون دوری کرد، ولی خب اینو بهتون بگم کسایی که قدشون کوتاهن، آستین بلند باعث میشه که قدشون کوتاه‌تر دیده بشه. اگر که لباس آستین بلند میپوشید، امکانشو اگر که دارین سعی کنین که آستین لباستون رو تا بزنین بالا، و یا اگر که امکانشو ندارین آستین لباستون روی مچتون رو نپوشونه، به خاطر اینکه وقتی روی مچتون رو میپوشونه قدتون هم کوتاه‌تر دیده میشه. کسایی که قدشون کوتاهه سعی کنن شلوار کوتاه نپوشن. منظورم شلوارک نیست، منظورم شلواریه که ساق پا بیرون، شلوارای برمودا. اینا باعث میشه که قد شما کوتاه‌تر دیده بشه. فاق خیلی خیلی کوتاه و یا فاق خیلی خیلی بلندم نداشته باشه شلوارتون، فاق مناسب داشته باشه، یک مقداری روی پهلوتون رو بپوشونه و بلندی شلوارتون هم در حدی باشه که یک مقدار کوچیکی روی کفشتون رو بپوشونه. خب من نکاتی رو که خودم میدونستم در رابطه با بلندتر دیده شدن قد رو بهتون گفتم. اگر که شما نکته‌های دیگه ای میدونین که کمک میکنه به این موضوع، حتما زیر همین ویدیو بنویسین تا بقیه هم بتونن استفاده بکنن. نظراتون هم برام بنویسین، بگین که چقدر این ویدیو براتون مفید بوده. و البته که سعی کنین کانال رو سابسکرایب بکنین، به خاطر اینکه یک سری نکات خیلی مهم و اساسی دیگه در رابطه با پوشش و پوست و مو و زیبایی براتون در نظر گرفتم که توی ویدیوهای بعدی حتما خواهید دید. اینکه هی میگم سابسکرایب بکنید و عضو کانال یوتیوب من بشین بی دلیل نیست، به خاطر اینکه توی
ویدیوهای آینده میخوام گیو اوی بدم. نحوه و زمان برگزاریش هم بهتون توی صفحه اینستاگرامم اعلام میکنم. بله دقیقاً، یعنی شما هم باید صفحه اینستاگرام رو فالو بکنین و هم باید توی یوتیوب من سابسکرایب بکنین تا اینکه بتونین توی این قرعه کشی میشه بهش گفتش و جایزه دادن شرکت بکنین. و ما قبل از اینکه باهاتون خدافظی کنم و این ویدیو رو تموم بکنیم، همونطوری که بهتون قول داده بودم تمام کامنتاتون رو میخونم که زیر ویدیوام برام مینویسین، بهشون جواب میدم و خواستم که از همتون تشکر کنم که اینقدر لطف دارین به من، تشکر کرده بودین راجع به ویدیوها و براتون مفید بوده و من خیلی خیلی از این بابت خوشحال هستم. چند تا از کامنت ها رو میخواستم همینجا براتون بخونم و جواب بدم. این که مارکس گفته که میشه درباره این که چجوری توی خونه و بدون باشگاه رفتن لاغر بشیم من فیلم بذارید. اتفاقا حتما در نظر دارم که یک سری نکات ورزشی داخل خونه رو حتما بهتون بگم. سمیرا گفته خواستم بگم ویدیوهاتون عالیه، منم آلمان زندگی میکنم و نمیدونم چه شامپوی مناسب تر، اگه میتونین توضیح بدین. اتفاقا قصد دارم که یک سری از محصولات آرایشی بهداشتی رو که توی حالا آلمان، اروپا و کلن خارج از ایران بهش دسترسی میشه پیدا کرد بهتون معرفی بکنم. محصولاتی که توی ایران هم هستن هر ازگاهی بهتون معرفی میکنم که بتونین استفاده بکنین. اما خب حتما توی چند تا ویدیو این محصولاتی که در واقع برای دوستایی که خارج از ایران زندگی میکنن و حتما معرفی میکنم. محمد جواد گفته که کتی جون از زحماتت ممنونم، خواهش میکنم. من از شما ممنونم که منو دنبال میکنید. لطف کن درباره استراب و افسردگی هم مطلب بذار. اتفاقا یک سری از مطالبی هستن که بیشتر در رابطه با میشه گفت پزشکی هستن که دوست دارم راجع به اینا مطلب براتون بذارم. کسایی که خب منو میشناسن میدونن و کسایی هم که شاید زیاد آشنایی نداشته باشن بگم که خب من پزشک هستم، پزشک داخلی هستم و سعی میکنم که یک سری نکات کلی در واقع، نمیخوام راجع به بیماریایی که همه میدونن و همه جا راجبش هست و در واقع همه راجب صحبت میکنن صحبت بکنم، بلکه یک سری چیزای خیلی کلی که شاید بتونه توی زندگی روزمره خیلی افراد بهشون کمک بکنه هم من براتون حتما مطلب تهیه میکنم. چشم. خب دوستای خوبم، خیلی خیلی دوستتون دارم، مثل همیشه منتظر باشین. خیلی زود ویدیو بعدی آپلود میشه توی یوتیوب، پس سابسکرایب کنید یادتون نره. دوستتون دارم، کلی بوس، تا بعد.